در گردونه زمان از پگاهان تا شامگاهان اندکند مردمانی که هر لحظه حیاتشان با نام معبود و هر نقطه وقوفشان با یاد محبوب گره خورده است. آیا در محضر الهی میتوان خداگونه زیست؟ و آیا نام حضرت حق را در هر منظری میتوان دید؟ جز آستان تو هم در جهان پناهی نیست، سر مرا به جز این در حوالگاهی نیست. مادام که بر گرد مجازیم، راه به حقیقت دشوار بریم، و مادام که دیوار بلند نفس در حوزه خواهش‌های درون محصورمان می‌کند، الا ما رحم ربی را نیازموده. بیا که از این قفس تنگ خاکدان برویم، گشود پر به تماشای گلستان برویم. پس بدانیم که چون این قفس نسزای چمن خوشالهانی است، روم به گلشن رزوان که مرغ آن تقوا منزلتی دارد، مرتبه نازله آن انجام واجبات و ترک محرمات است و مرتبه عالیه تقوا پرهیز از غیر خداست. ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. هان برای شما انسان ها در زندگیتون رحمت ها، نسیم های رحمت الهی میوزد، نسیم های رحمت الهی به سوی شما میوزد، خود را در معرض آن نسیم ها قرار بدهید. گفت پیغمبر که نفحت های حق اندر این ایام می آرد سبق، گوش هوش دارید این اوقات را، در رو بایید این چنین نفحات را، این نسیم های رحمت الهی را غنیمت بشمارید، در رو بایید. خیلی جالب، این نسیم رحمت اون موقع سوی من وزیدن گرفت که دانش آموزان من به جناب دکتر گویا استاد فیزیک گفته بودن این معلم ادبیات ما هم ذوق عرفانی و دینی داره مثل شما. جناب دکتر گفته بودن حتما بگید فلانی با من ملاقات کنه، که قصدش این بود که بنده خدمت جناب شیخ ببرن. به مجرد اینکه من دیدن با یه جاذبه عجیبی فرمودن که شما رو من باید ببرم خدمت جناب شیخ خیام. و قراری گذاشتیم و به محضرشون رفتیم. اولین دیدار ما با جناب شیخ در منزل ایشون در اتاق کارشون بود. خیلی بی ریا و بی تکلف یکی دو ساعتی در محضرشون بودیم، از هر دری سخنی گفتیم و جناب شیخ خیلی به من لطف فرمودن. من نمیدونستم اما جناب دکتر گویا که با ایشون سالها مصاحب بودن و در محضرشون بودن اطلاع داشتن. وقتی که از منزل بیرون آمدیم و خداحافظی کردیم از جناب شیخ و من تبریک گفتن، گفتن که جناب شیخ تو رو پذیرفت. عبد صالح خدا رجب‌علی نکوگویان در سال 1262 هجری شمسی در تهران دیده به جهان گشود. پدرش مشهدی باقر یک کارگر ساده بود. 12 ساله بود که او را از دست داد. از وی نقل شده است که احسان و اطعام یک ولی خدا توسط پدرش زمینه ولادت او گردیده است. جناب شیخ 5 پسر و 4 دختر داشت که یکی از دخترانش در کودکی از دنیا رفت. خانه شیخ خانه ساده و خشتی بود که از پدر به ارث برده بود و در خیابان مولوی قرار داشت.
وی تا آخر عمر در آنجا زیست که امروزه به نام حسینیه جناب شیخ رجب علی معروف شده است. محل کار و دیدارهای او در اتاق کوچکی بود در همین خانه که فرش آن یک گلیم ساده بود و در آن یک میز کهنه خیاطی قرار داشت. راه سیر و سلوک در چهار چیز است: اول گدایی در خانه خدا، دوم توسل به ائمه خدا علیهم السلام، سوم احسان به مردم، و چهارم کسب اخلاق الهی. دوستان و معاشران جناب شیخ هماره سادگی او را می ستودند. نوع لباسی که او می پوشید نیمه روحانی بود، چیزی شبیه لباده روحانیون بر تن می کرد و عموماً عرقچین بر سر می گذاشت و عبا بر دوش می گرفت. او در همه امور زندگی قصد قربت داشت. کار شیخ نیز یکی از شغلهای پسندیده در دین اسلام، شغل لقمان حکیم که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود کار مردان نیک خیاطی است. من با خود ایشون در تماس بودم، با خود جناب شیخ. اون چه با خودشون و از دولب خودشون شنیدم اینجا بیان میکنم، باشه که انشاءالله برای دیگران درس عبرتی باشه. و این منزلی که الان شماها میبینیم ما توش هستیم و حسینیش کردیم، این به دستور خود جناب شیخ بود و فی‌الواقع به جان فاطمه زهرا خودشون عنایت کردن، برای اینکه ما هیچ موقعیتی نداشتیم. یک روز حاج محمود آقا با چند تا از دوستانش اومدن اونجا که یک جوانی بود، ایشون نگفت میخرم، نگفت نه برنامه‌ای. خلاصه ما بعد از 3 ماه دیدیم که 16 میلیون پول از اونجا فرساد و عنایتی شد و اینجا الحمدلله به ایده خود جناب شیخ رسید. شخصیت جناب شیخ از حد و وصف بیرونه، و اندازه نیست که ما بتوانیم به زبان الکنمون جاری بکنیم. اما خب دیده های زیادی از ایشون داریم و خیلی زیاده از حد ما از ایشون بهره‌مند بودیم. من در طفولیتم در این خانه رفت آمد می کردم، با حسن آقا پسر دوم جناب شیخ دوست بودم. از اون زمان در این خانه می آمدیم و می رفتیم. من حاج محمود آقا به دنیا نیامده بودند اون زمان. آینده آیت الله عظما بروجردی می اومده کسب فیض بکنه، به سواد نیست، به علم نیست، به تزکیه نفس، به پاکی دله، به اون صفاییست که خدا به ایشون داد. هرچی هست که از جای دیگری به تو دادن، تو از خودت چیزی نداشتی به نداری. اینا رو یه خیاط در آخرین کلاس عرفان به قول خودشون میگفتن. این عبارتیست که جناب شیخ میفرمودن غالبا در اواخر دعاهاشون. ببینید، در آخرین کلاس عرفان، پروردگارا ما را برای لقاء خودت آماده بفرما، پروردگارا ما را برای خودت تعلیم و تکمیل و تربیت بفرما. جمله بسیار عارفانه است. برای لقاء پروردگار، برای خود ذات الوهیت ما تربیت بشیم. راجع به اون بنده خدایی که پارچه آورد نزد جناب شیخ که بر من این لباس بدوز. خب جناب شیخ این اواخر یا که دورش گرفته بودن سرش شروع بود، زن بچه هم نون بخواد، ایشون میشیز با مردم صحبت میکرد، از کسب و کارش میفتاد دیگه. لذا به این آقا گفته بود آقا 2 روز دیگه بیا لباس به من. این بنده خدا 2 روز دیگه آمد، لباس حاضر نبود. رب باز 2 مرتبه 2 روز دیگه آمد، باز حاضر نبود. بالاخره 3 مرتبه که این آمد لباسو برد، گفت آقا چقدر بدم؟ گفت هیچ. گفت هر کاری کرد اجرت ازش نگرفت. گفت آقا چرا نمیگیری؟ گفت برای اینکه اون وقت تو رو من تلف کردم،
اون وقت تو قیمت داشته، حالا به جای اون وقت تو اجرت این لباس بردم برد. بالاخره که خیلی اصرار کرد، گفت پولو برو بده به اون بقاله تو کوچه، من فقرار میفرستم برن اونجا از اون چیزی بگیرن، حسابش تسکیه میشه. در سال 38 یک نفر به نام حاج حسین اصفهانیان مرا با ایشون آشنا کرد. بارها خدمت ایشون رسیدیم، چند شبی با هم جلساتی بودیم. در ضمن یک روز آمده بودن در مسجد سدس، در زیارت سید اسماعیل، اونجا فاتحه بخونن. بنده هم رفتم اونجا بغل دستش نشستم، با هم صحبت کردیم، احوال پرسی کردیم. ایشون به من فرمودن کجا هستی؟ گفتم اینجا دکون دارم. گفتن که استادی یا شاگردی؟ گفتم استاد هستم. فرمودن بیا شاگرد شد، یعنی هرچی امر خدا هست اونو عمل کن. ما هم سرنوشته کار همین است. غالبا که می رفتم پیشش باقا فرمایید همونطور که اصلا چجور جالا نمی دونم تفضل خدا بود چی بود، تحت تأثیر اون معنویت ایشون قرار می گرفتم که انصافا نباید از سرگذشت یه اثر معنوی داشتش. خیلی به نماز شب تاکید داشت و من گفت که الحمد موفق میشی شما. و ما خب بالا شبات اومده دیگه نمیتونم، پادرد دارم نمیتونم نشسته نماز بخونم. بعد ایشون به من گفتش که نماز در نماز وتر مناجات زاهدین را بخونید، مناجات زاهدین را که خوندید خودش میخوند به محصه اینکه وقرور اعیوننا یوم لقا و کبرویت که وقرور شب بود وقرور اعیوننا، به محصه اینکه خطاب به خداست، من حضرت سجاد اونجا، اونجا که میرسید چشمهاش پر عشق میشد. آقا سلام علیکم. سلام علیکم. وقتت بخیر. آیا دستمون کاغذی؟ یه دستمون کاغذی هم شد. خدا خیرت بده انشاءالله. بیشون در وفای بر عهدش خیلی بالا بود. من اینجا رفقا می آمدم واسه اون کت شلوار می بردیم می دوختیم. یکی از رفقامو بردمش اونجا بره کت شلوار اندازش گرفت و گفت فلان روز بیاد بگیر. ما گفتم برو شما بگیر. گفت نه محروم نمیشه من. با اتفاق رفتیم و یه خود صحبت کردیم و لباسار داد و بعد این لای لباسار همه رو پیچیده بود به همون سرقیچی ها رو. گفت اینا چیه؟ گفتم ایشون رسمش اینه، هرچی اینجا اضافه بمونه باید ببری. گفت که چقدر پولش میشه؟ ایشون گفتن 30 تومن، اگه داری بده نداری هم ند. گفتن 30 تومن. گفتن آره دیگه شون انصاف چیز دیگه هست. ما که جناب شیخ رو دوست داریم به خاطر خدا دوست داریم، این یه واقعیتیه. من اگر امیرالمؤمنین علیه السلام رو اینجور دوست دارم، اسم امام حسین میاد عشق از چشمم سرازیر میشه، برای اینکه امام حسین داره خدا قدم برداشته. نه به ما چیزی نشون داد از پشت پرده، نه اسمی یاد داد که ما بدونیم که الان چیزی مرحمت کرد. ما صحبت میکرد، یک کلام از قرآن میگفت، میگفت عمل کنید به قرآن، این کلامان عمل کنید. تمام عمرش همش تو برای خدا. عجب خدای خوبی داشت، خدای اون با ما فرق داشت، چون اون یکتا بود، یکتا پرست بود، نه این اون پرست. اگر کسی برای خدا کار کند چشم دلش باز می شود. آقای فاطمینی ها به من گفتن که در 10 میلیون نفر یکی بشه شیخ خیاط. کسانی که ایمان واقعی به خدا میارن و عمل صالح انجام میدن، خداوند محبتشون رو در دل مردم قرار میده. محبت شیخ چجور در دل مردمه؟ چون ایشون برای خدا قدم برداشته. و همه چیزاش این بود که باید خدایی باشه انسان، و چون خدایی بود خدا هم بهش کرامت کرد. همینجور
ایشون خدا هر جمعه نقل میکرد، میگفتش که یه وقتی یکی از این مشتری ها آمد پیشش، گفتش که این داشت قبا برش میدوخت، تو اونجاهاش صاف بکن. شیخ دستی کشید که من این صاف میکنم، تو اون داخل اونجا شما اون داخل را صاف بکن، من این را صاف میکنم. یک از من میخریدن، میگفتن یک از او خونکاش بده. من گفتم خونک به شما نمیدم. گفت چرا؟ گفتم شما بری که خودت گرمی، ما باید یخ گرم به شما بشه. کسی یه اون بگه حسین حسین حسین، امام حسین نرسش بود بدامنده. شما چی؟ آقا چی؟ آقا چی؟ آقا چی؟ شما میتونی این کاری بکنی که امام حسین بیاد سر شما رو بگی تو دامن شما تنها از دادیونو نری؟ جناب شیخ میفرمود ذکر یا دائم و یا قائم را برای افزایش قدرت انسان در غلبه بر نفس غنیمت شمارید، تا 40 شب هر شب 1000 صلوات را برای دوستی خداوند متعال در دل بگذرانید، برای سرکوبی نفس هر روز 13 مرتبه خداوند را این گونه یاد کنید: اللهم لك الحمد و الیك المشتكى و انت المستعان. مداومت بر ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم را برای چیرگی بر نفس بکار گیر و بدان که 200 بار ذکر یا غنی و یا کریم بعد از نماز کارها بکند. دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند. حد کمال انسان این است که به خدا برسد، یعنی مظهر او بشود. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید اگر نبود شیطان بر گرد دلهای مردم، پراگن انسانها ملکوت را می دیدن. غالبا نصیحت می فرمودن، دلالت می کردن، راهنمایی می کردن و احسان به خلق را هم همیشه توصیه می کردن و من هم می فرمودن. حتی من سوال کردم که به جای مثلا غذا که شما می فرمایید حالا اگر نشد آدم پولی چیزی بده، گفتن نه، غذا اطعام دیگه حال و وضعی داره، یعنی اطعام مسکین بکنه آدم خیلی بهتر تا اینکه پولی به دستش بده. رسیدگی به فقرا انسان را عاشق خدا می کند، دانچه پس از انجام فرائض حال بندگی را در انسان ایجاد می کند نیکی به مردم است. پس به مردم رسیدگی کنید تا خدا به شما رسیدگی کند. یک کلامشون برای ما این بود که هر کار میکنید باید برای خدا بکنید و به هر مقامی انسان برسه از همین راه میرسه و احادیثی نقل میکردند از احادیث قدسیه. اینا خیلی مهمه. یبن آدم خلقت الاشیاء لعجلک و خلقتک لعجلی و خلقتک لعجلی. عجلی اینجا یعنی برای، به خاطره. خلقت الاشیاء لعجلک، من همه چیزها رو برای تو آفریدم ای انسان و تو رو برای خودم آفریدم. میزان ارزش اعمال میزان محبت به خداست. بعد یه روز از روزها مرشد چلوی بهش گفتن شیخ احمد، اصلا مرشد و بعدن صداش کردن به نام مرشد. بعد ایشون آمد گفت که من جناب شیخ قضا میپختم، خیلی هم مشتری داشتم این حرفا، مدتیه دیگه مشتریام کم شده و نمیان، دو منم برمی میپزم بازم قضا میمونه و مشتری ها نمیان.
خدا رحمتش کنه جناب شیخ سرش بلند کرد و گفتش که شیخ احمد بله خودت مشتری ها رو بیرون کردی؟ گفت من آقا؟ گفت بله. مگه اون سیدی که چند روز اومد عشق قضا دادی مگه اون مشتری نبود؟ چرا روز چهارم دعواش کردی گفتی برو مگه اینجا نمیدونم قضا پذی حضرتی تو هر روز میخوای بیا اینجا قضا بخوری؟ از همون روز چه اون رب دیدی همون رو قضا آدمون بعد یه باشه و کم شد تا حالا. گفت جناب شما حالا چیکار کنم؟ آدم اون سید بیاری دلشه به دست بیاری مرمتش بکنی یه استمالتش بکنی تا خداوند دو مرتبه کارتو ردی. عبادت ده بخش دارد که نه بخش آن در طلب روزی حلال است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اون شب موعود که شب چهارشنبه بود این مرد اومد پشت قرآن نشست، همون حاج میرزا ابوالقاسم بزاز رحمت الله علیه. از اول جلسه گفت انا لله و انا الیه راجعون. نمیدونم چه اتفاق بزرگی امشب میخواد تو این جلسه بیفته، انشاءالله که خیر باشه. بسم الله الرحمن الرحیم یه خورده درس قرآن داد، دوباره این دستاشو اینجوری مالید انا لله و انا الیه راجعون. نمیدونم چه اتفاقی امشب تو این جلسه میخواد بیفته. من یک بار خدا شاهده ده بار بیشتر کمتر هی یه خورده که قرآن میخوند یهو متوجه میشد انا لله و انا الیه راجعون. تا چراغا رو خاموش کردیم که مصیبت بخونن گفتن به اصغر آقا و ماشالله از دم در خبر دادن بگیم پسران بزرگتون حالش به هم خورده خودتون برسونیم. من اومدم تکون بخورم، من بغل قاری بودم. گفت آقا زاده میشه بگیم پسرموتون چی بوده؟ گفتم شیخ رجب علی خیاط. یهو گفت انا لله و انا الیه راجعون. آقا زاده چرا تا حالا منو نبرده بودین من این شخصیت رو از نزدیک ببینم؟ به سادات احترام بگذارید و آنان را در هر مرتبه و منزلتی که هستند گرامی بدارید. مزار مرحوم شیخ رجب علی خیاط رحمت الله علیه در ابن بابوی در جوار مزجع شریف مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه پس از گذشت چند دهه همچنان با تلاوت و ختم قرآن کریم برای سلامتی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و هر صبح جمعه با دعای ندبه برای دعا در تعجیل فرج آن حضرت محل اجتماع دلدادگان حضرت حق است. اهل بیت را خرج گرفتاری های زندگی و دنیایتان نکنید. آنها چراغ راه شما در طریق توحید و خداشناسی هستند. درنگ در زوایای زندگی شیخ روشنگر این حقیقت است که وی با ریاضت و درویشی به این مقام و منزلت نائل نشده و در تعلیمات خود نیز هرگز به این امور سفارش نکرده، بلکه آنچه وی را به این جایگاه رفیع رسانده و منزلت بخشیده است مداومت وی بر سرکوبی هوای نفس و پایداری در برابر خواهش‌ها و آرزوهای دور و دست نیافتنی بشر است. آرزوهایی که هرچه بیشتر برآورده شود گستره ای افزونتر را می طلبد. هوشیار باش که خلقت عالم ز بهر توست، غیر از خدا هر آنچه بخواهی شکست توست.